انتخابات ریاست جمهوری زمانی برای مردم اهمیت یافت که مناظره چهار نامزد و انتقادات آنها از هم از تلویزیون ایران پخش شد. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم، پرونده آموزشی یک خانوم بگم. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یک خانوم، شما میشناسیدش. جلوی بنده عکس خانم بنده رو میگیره که اینو اینجوری کردن، اینجوری کردن. ایشون مهمترین روشنفکر زن این کشور هست. گرفتن اینجوری می‌زدن. آقای موسوی ببخشید. شما در وقت من نباید دخالت بکنید. ببینین ما می‌خوایم اذا عادلانه عمل بکنیم. بنده اگر ببینیم بنده صحبت نکردم در مورد شما 4 سال. وقتی کارت استخوان مثل از وظیفه. بنده اصلا هیچ انگیزه نداشته. دیدم کشور رو شما به خطر می‌ندازید. بنده جناب آقای احمد نژاد تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آجاها ممکن داره، اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه. که به نظر من یکی از اشکالات جدی ایشون اینه که اگه دوباره بخوان رئیس جمهور بشن و واقعا امنیت ملی ما رو اینطور بخوان اداره بکنن، حتما ما در معرض خطرات جبران ناپذیر در کشور قرار میگیریم. زمان مساوی نامزدها هرچند 4 روز مانده به انتخابات پایان یافت، اما صدا و سیما به احمدی نژاد 20 دقیقه وقت اضافه داد تا 3 نامزد دیگر با دلخوری به استقبال انتخابات بروند. من 100 درصد دکتر محمود احمدی نژاد رأی میدم، به خاطر اینکه هم دوز نیستن، همیشون آمریکایی نیستن. آقای کرم، به خاطر اینکه فکر کنم تنها کسیه که میتونه تغییر ایجاد کنه تو کشور. به قشن زنان خیلی اهمیت دادن، یعنی در واقع ارزش قائل هستن. رأی گیری انتخابات 8 صبح روز جمعه آغاز شد. رهبر ایران در لحظه انداختن رأی به صندوق نسبت به بروز تشنج هشدار داد. هر گونه تشنجی به ضرر مردمه و به ضرر آرا و اونهاست. اگر کسانی می‌خواستن چنین تشنجی رو ایجاد کنن نگذارن خود مردم. ساعتی بعد قطع SMS و کم شدن سرعت اینترنت بر ابهام ها افسود. تا ظهر چند سایت خبری اصلاح طلبان فیلتر شد و ناگهان پلیس اعلام کرد که از ساعت 5 عصر مانور اقتدار برگزار می‌کند. در اولین ساعت این مانور لباس شخصی ها به ستاد اصلی موسوی حمله کرد. در خلاف رویه گذشته ساعت انتخابات فقط 2 بار تمدید شد و با اینکه وزارت کشور مدعی بود 10 میلیون تعرفه اضافی منتشر کرده، اما شهروندان زیادی پشت در حوزه هایی ماندند که برگه رأیشان تمام شده. 11 شب بود که میر حسین موسوی میزبان خبرنگاران شد. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. هنوز نیم ساعت به پایان روز جمعه انتخابات مانده بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ارگان رسمی دولت، در اقدامی غیر منتظره از پیروزی قطعی محمود احمدی نژاد خبر داد. بامداد شنبه اعتراض به نتایج انتخابات شروع شد، اما پیش از آن تعداد زیادی از چهره های اصلاح طلب بازداشت شد. آقای محمود احمدی نژاد 24,527,516 رأی. ساعتی از اعلام رسمی نتایج انتخابات توسط دولت نگذشته بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تبریکی برای محمود احمدی نژاد فرستاد و از سایرین خواست با او همکاری کنند. با این حال میر حسین موسوی نتایج انتخابات را تقلب بزرگ نامید و کروبی آن را مضحک و شگفت‌آور. هر دوی آنها گفتند تسلیم این نتیجه نمی شوند. در یک مسابقه فوتبال 50,000
70,000 تماشاچی میرن، اون کسی که تیمش باخته وقتی میاد بیرون عصبانیه و به هر دری میزنه. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن. این افرادی که تو خیابون اومدن حتی به اندازه شرکت کنندگان در یک صندوق اقصرعی هم نبودن. خود دولت هم توجه بشه، لااقل 14 میلیون رای منفی دادن. خب این 14 میلیون آیا خس خاشاک هستن؟ آیا اینها فریب خورده هستن؟ طبیعتاً آیا احمد نژاد باید همین از همین ادبیات استفاده بکنه، ولی مردم قضاوت دیگه ای دارن. در مراکز عمومی و اموال مردم چندین مسجد مورد تعرض قرار گرفت و مسجد لولاگر در تقاطع خیابان آذربایجان نواب با آتش کشیده شد. در خشونت‌های شامگاه دوشنبه 25 خرداد 8 نفر از معترضان جان باختند. با این حال اعتراض‌ها ادامه یافت. احتمالا اگر این زدیگه ادامه داشته باشه به نظر من مخالفت های بیشتری هم خواهد بود. آقای کروی با خودروی آقای کرباسی رفته بودم بدون حضور هیچ محافظی. وای وای چرا باش وای وای ببخش با به خدا با دوستم با بیا خبرها رو داشتیم داریم یک شد پشت سرتن. اهل خیانت در آراء مردم نیست. سردار رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نیروی انتظامی طبق دستور برای پراکنده کردن آشوبگران از هیچ گونه سلاح گرم استفاده نکرده است افزود: در تظاهرات 30 خرداد بیش از 20 نفر جان دادند، اما نمایش صحنه جان دادن ندا آقا سلطان باعث شد تا او به نماد قربانیان وقایع ایران در دنیا تبدیل شد. حکومت ایران در ماه‌های بعد سعی کرد ابتدا قتل ندا را کار دشمنان نظام جلوه دهد، اما آرش حجازی پزشک حاضر در صحنه جان دادن او و کاسپیان ماکان نامزد ندا در روزهای بعد فاش کردند که ندا توسط عوامل حکومت به قتل رسیده است. نیروی انتظامی در این چند روز اختشاشات بالغ بر 400 مجروح از خودش به جای گذاشته و سعی کرده با سعی سهل برخورد کنه. نیروی انتظامی خجالت خجالت نیروی انتظامی خجالت خجالت ماشین زدن چیزی باشه.